آرش عزیزم درود بر شما. درود بر شما. چطوری هستم؟ خیلی ممنون. خوبی قربونت برم. خوبی. مرسی. چه خبر؟ سلامتی. خیلی دوست داشتم به این اپیزود زودتر برسیم و ضبطش بکنیم. همچنین اتفاقا وقتی که دیدم که دوستان خیلی علاقه زیادی دارن به این تاپیکا، منم یه جوری مشتاق شدم، گفتم که تاپیکایی مثل تاپیک کارما تاپیکای خیلی مهمی هستن. درسته. اینکه بدونم حتی یه نفر هستش که واقعا از ته دلش بخواد این چیزا رو بدونه، برای منم لذت بخشه. درسته، درسته. و راستشو بخوای دلیل اینی که من یه راست تو ثانیه پنجم رفتم سر اصل مطلب همین بود، بخاطر اینکه خودم خیلی دوست دارم که سریعتر در رابطه با این قضیه شروع کنیم به صحبت کردن و دوست دارم از اطلاعاتت استفاده بکنم. در خدمتیم. خواهش میکنم. در واقع ما یه بحث جالبی داریم. خیلی از مسائل که نه، اولین مسئله‌ای که در رابطه با یک مفهوم ما باش سر کار داریم کلمه چیست هستش. یعنی مثلا میخوام بپرسم ازت کارما چیه؟ اون چیست هم نمیدونم، یه مسئله هستش، میگن اون چیست که چیستان است، در شهر خراسان هست، در دست بزرگان هست. درسته؟ میدونی چیه؟ یه زمانی میدونستم، الان نمیدونم. فکر میکنم تسبیح باشه. تسبیح باشه؟ بله. خب جالب بود. الان یه چیزی یادم مونده دیگه، حالا مطمئن نیستم. حالا دکتراتون این از اون سراغ من این از اون سوالای دوران بچگی بود، همیشه میگفتن. بله، پس بالاخره رسیدیم به اپیزود کارما و سوال اینه که کارما چیست. ببینید، از معنی کلمه میخوایم بهش نگاه بکنیم، داخل سانسکریت بهش میگن کارما و گفته شده که آریان ها با خودشون وقتی که به مناطق هندوستان سفر کردن این کلمه رو با خودشون بردن، ولی خب جاهای دیگه هم هستش که عقایدشون فرق میکنه و فکر میکنن که این کلمه یه کلمه هستش که از قدیم داخل اون مناطق بوده. مردمانی که داخل اون مناطق، حالا از لحاظ دهات مانند بودن یا هر چیزی که بودن، قبیله‌های خیلی کوچیک، این کلمه یا این باور رو داشتن، که البته داخل سانسکریت بهش میگن کارما و داخل پالی که یک زبان دیگه ای هستش بهش میگن کاما. خب آر نداره. برای درک بهتر فلسفه بودیسم در رابطه با کارما، که اینجا در رابطه با فلسفه بودیسم میخوام صحبت بکنم، چرا که به نظرم کامل ترین فلسفه نسبت به این موضوع هستش. قبل از اینکه بخوایم برسیم به فلسفه بودا در رابطه با کارما، باید یه نگاهی بکنیم که چه دیدگاه‌هایی نسبت به این قضیه بود، قبل از اینکه بودای عزیز بیاد فلسفه خودش رو عنوان بکنه نسبت به این قضیه. یعنی فلسفه‌های قدیمی‌تر از فلسفه بودا؟ فلسفه ای نبوده، فقط عقایدهای مختلفی بوده و هیچ نوع فلسفه ای نبوده که بخواد کامل این قضیه رو توضیح بده. مثلا یعنی پراکنده بوده؟ پراکنده بوده، فقط میدونستن که اگه بدی کردی بهت بدی میکنن. به صورت فلسفی بهش پرداخته نشده بوده؟ یعنی خب کسی توضیحش نداده بوده. مثلا هر کسی که رفته بوده دیوونه شده بوده و سر بوده به سرش نشسته بوده یه جایی و کار بهتری نداشته در مورد قضیه صحبت کرده، اون فقط گفته که کارما همینه که به کسانی که دور و برت هستن خوب باش که زمان باد خوب باشه. نرسه همون حرفی که بعد عیسی هم عزت گفتش که اگه از این دست دادی از اون دستم میگیری. نرسه کپتا، ما همچی چیزی رو تو همه فرهنگ هم داریم، تو همه تمدن ها میتونم بگم داریم. بله، یه چیز یونیورسال هستش. حالا شاید دیدگاه فرق رو کنه، بعضی از جاها خدا رو ببینن و میگن خدا این بلا سرت میاره، ولی عقایدی که داخل هندویزم یا برهمانزم، جینزم، بودیزم، کلن این فلسفه‌های هندی هستش، کارما ربطی به خدا نداره. این یعنی قبل از حتی بودای عزیز بوده، یعنی ربطش نمیدادن به خدا، ربطش میدادن به خود شما و میگفتن که اگه داری زجر میکشی یا بلای سرت اومده تقصیر خودت هستش. یعنی اگه مریض شدی، اگه ماشین زدت، اگه به دنیا اومدی و دست نداشتی، کلن هر نوع مشکلی که تو داری نسبت به زندگی قبلی هستش. البته این باور قبل از بودای عزیز هستش نسبت به کارما. قبل از بودای عزیز فرمودی؟ بله، این دیدگاه قدیمیه. پس به این صورت انسان ها در رتبه های مختلفی بودن. پس باور به در واقع تناسخ مال قبل از زمان بودای، درسته؟ بله. چه جالب. خب میگن قبل از کلن همه نوع دین یا
فلسفه هستش. یعنی یکی از چیزهایی هستش که از قبلا بهش رسیده بودن ولی کسی به عنوان فلسفه توضیح نداده بود. متوجه شدم. ولی خب همین حد باوری که دارم میگم، شما میتونین شاید به عنوان یک فلسفه بهش نگاه بکنین، به خاطر که با اینکه کامل نیستش ولی خب بازم داره توضیح میده مسئله رو از دیدگاه قبل از بودا. البته درسته. پس بین انسان‌ها طبقه های مختلفی بود. شما وقتی به دنیا میمدین طبق کاری که در زندگی قبلت کردی در این زندگی میتونی یا شانس خوبی داشته باشی یا شانس بدی داشته باشی، و تنها کاری که میتونی بکنی اینه که زحمت بکشی، انسان خوبی باشی، کارهای خوبی بکنی که شاید داخل زندگی بعدیت یه انسانی باشی که از لحاظ طبقه بالاتری باشی. خب پس سوال اینجا به وجود میاد که شما باید تلاش بکنی که انسان خوبی باشی، و اگر توی زندگی این کار رو نکردی مجبوری که توی زندگی دیگه انجام بدی، توی زندگی بعدیت انجام بدی. بله. خب تا اینجا این دیدگاه قبل از دیدگاه بودا بود. بازم میگم چرا که مشکل حال اینجاست که در این زندگی شما هر کاری که بکنید، اگر از انسانهایی باشی که در طبقه پایین باشن، شما هر کاری بکنید بازم آدم نمیشی. تنها راهی که میتونی پیشرفت بکنی اینه که دوباره متولد بشی در یک خانواده‌ای که از لحاظ طبقه انسانی طبقه بالایی هستن. خب طبقه مختلفی بود، طبقه مختلفی بود. برهمان طبقه خودشو داشت. کسی که پسر برهمان بود اون خودش برهمان میشد. یعنی اینکه شما پدرت چه شخصی هستش جزوی از شما میدیدن. یعنی اگه شما پسر یه برهمان شدین، شما اتوماتیکلی بدونی که هیچ زحمتی بخوای بکشی، اتوماتیکلی شما خودت یک برهمان هستی، مقامی داری. بله. از لحاظ طبقه انسانی، یعنی اون انسانی که پایین هستش هر کاری که بکنه بازم نمیتونه به جایگاهی که این برهمان اصلا بدونی که اصلا زحمت بکشه برسه. درسته. هندو هستش. این حرف رو هندو داری میزنه؟ قبل از هندویزم، این بهش میگن برهمانیزم. هندویزم هم مثلا اون برهمانیزم میادش. اوکی. پس این یه مشکل بزرگی بود که بودای عزیز وقتی اومدن، حالا از اینجا شروع میکنیم توضیح دادن نسبت فرق بین افکار بودا و اشخاصی که قبل از بودا بودن. میشه من یه چیزی بگم؟ بله. جالب گفتی که هیچ کس نمیتونسته مثل برهمان بشه. ما همچین چیزی رو در اسلام رو هم داریم. تو نمیتونی معصوم بشی. 14 نفر معصوم بودن، تمام شده رفته. این یه جورایی میشه گفت کپی برداری از مثلا یه همچین فلسفه‌های قدیمی مثل برهمانیزم. ولی فکر می‌کنم بینش یه فرقی باشه. خب به برهمانا مثل آخوندا بودن. خب معصومین هم آخوند بودن دیگه. یعنی منظورم اینه که اگه امروز ما برهمان داشتیم، رهبران دینی دیگه. آره. مثلا درست. میگفتن که مثلا یه ملای امروز ببینی بگه که پسرم الان ملا هستش، یا هر نوع چیزی که میخوای بهش اسم میخوای روش بذاری، این شخصیت هستش فقط به خاطر که پسر من هستش. مثلا یک کشیش بیاتش بگه که من به خاطر که کشیش هستم، پسرم که به دنیا اومده اونم کششه. خب درسته. خب همین شکلی 14 معصوم درست شد. میدونی پیغمبر بود، بعد پیغمبر دختری به نام فاطمه داشت، بعد فاطمه با شخصی به نام علی ازدواج کرد، و بعد اولاد اینها دونه به دونه تا امام 12 شدن. امام 12 به اضافه پیغمبر و دخترش تو شدن 14 معصوم، و علی هم که اونجا بوده دیگه. خب پسران این افراد چی شد؟ حسن بعدش معصوم بود، یعنی معصوم زمان خودش بود. این شکلی اونیه که توی ما اسلام داریم میگیم، معصوم زمان خودش بود. بعد از اینکه حسن کشته شد یا به شهادت رسید، حسین معصوم زمان شد، بعدش سجاد معصوم زمان شد، و همینجوری باقر شد، همینجوری اومد. بعد چی شد آخرش؟ آخرش رسید به امام زمان. که خب ما دو عقیده مختلف در مورد امام زمان داریم. یکی میگه در غیبت کبرا وجود داره، این آقا یعنی رفته برمیگرده، و دیگری میگه که اگه برگردی دل دیوونه میتونه عاشق بمونه. و اتفاقا یه چیز جالبی بگم که سنی ها اعتقاد دارن که ایشون کشته شده در سن 5 سالگی. فکر کنم 7 منبع رسمی در رابطه با این قضیه وجود داره که میگن امام زمان در سن 5 سالگی کشته شده. یعنی کشتنش که دیگه بلوای جدیدی به پا نشه، بخاطر اینکه هر کدوم از این 12 امام یه بلوایی به پا کردن.
هم شباهت میبینم بین چیزی که توضیح دارین، هم بینش فرقم میبینم. درسته، چون که اونا به عنوان پیامبر و حضرت اگه بخوایم حساب بکنیم یا امام به حساب میان. درسته، ولی برهمانا امام نبودن. من از دیدگاه مثلا حالت رهبر دینی بهش نگاه کردم، که مثلا گفتم آخونده یه موقع بعد برداشت نشه. حرفم اینه که آخوند منظور رهبر دینی. درسته، ولی خب این قسمت هم میتونم توضیح بدم. در زمانی که برهمانزم بود اون موقع رهبری نداشتن، یعنی سنترال اتوریتی که شما دارین بهش نگاه میکنین نداشتن. خب یعنی هر کسی از تجربه خودش میگفت و معمولا آدمایی که در اون طبقه پایین بودن حتی لیاقت اینو نداشتن که بیان داخل چیزایی که برهمانا درباره صحبت میکردن. لیاقت نداشتن از اون اینه که چون اجازه نداشتن. نه یعنی از دیدگاه اون زمان لیاقتشو نداشتن، نمیذاشتن برن داخل معبد و به کسی دست بزنن و نزدیک اینجور چیزا بشن. این چیزا یعنی به درشون نمیخورد. اون انسان ها فهم بدن که کشاورزی بکنن و کارهایی که هیچ کسی دیگه نمیخواد انجام بده رو اونا انجام بدن. درسته، پس برهمان ها کسانی بودن که هیچ کاری انجام نمیدادن در برهمان. آره آره، یعنی سنترال اتوریتی نبود. درسته، این کسی وسط نبود که بگه که یه همچین چیزی هستش. یعنی بعدها اومدش که کسانی که هندویزم رو برای مثال اومدن توضیحش دادن و یک جا کردن. مثلا برای مثال سوامی ویوکاندا یکی از انسانی هستش که اومد هندویزم رو واقعا به قشنگ‌ترین نوعی که میتونه توضیح داد، نه توضیح کوتاه مثلا یک ساعته. کتاب هایی دارن، آدیو بوکس هایی دارن ایشون برای ساعت ها، 40 ساعت، 50 ساعت. oh, wow. کسانی هم بودن قبل از ایشون که اومدن توضیح دادن، مثلا یوگا رو یک جا کردن، یا فیلسوف دیگه آدی شانکاریا بود قبل از ویوکاندا. یعنی زیاد بودن، ولی قبل از بودای عزیز همچین چیزی نبود که مثلا یه نفر باشه که همه چیز رو با هم دیگه یک جا بیاد توضیح بده. هر کسی برای خودش چیزی میگفت. درسته، اونم انسانایی که به قول ما دیوونه‌ای که نمیشه روشون حساب کرد. کار دیگه‌ای دیگه از این ندارن. که اینطور پس میرسیم به فرقش که گفتم از همینجا شروع میکنیم که اختلاف یا چیزی که بین عقاید قدیمتر از عقاید بودا بود رو مقایسه میکنیم. بودا عزیز وقتی که اومد فلسفه کارما رو توضیح داد، ایشون گفتن که کارمای زندگی قبلی شما روی کارمای الان چه کسی به دنیا میایین خیلی تأثیر داره. بله، ولی اینکه شما از زمانی که به دنیا میایین تا آخر زندگیتون چی کار میکنین دست خود شما هستش، نه اینکه به خاطر که شما برای مثال کشاورز به دنیا اومدین شما حتما باید کشاورز بمونین. شما میتونین برین دکتر بشین، مهندس بشین، هر چیزی که دلت میخواد میتونی بشی. این نیستش که شما داخل یه خانواده به دنیا اومدی که شغلش حالا هر چیزی هست. من که کشاورزی رو بد نمیدونم، ولی در اون زمان کشاورزا آدمایی بودن که از همه پایین‌تر بودن. پس فقط کشاورزی نبود، هم که دیدگاه جامعه نسبت به چی باشه خیلی تأثیر زیادی داره به. از دیدگاه روانشناسی ما دیدیم که وقتی دیدگاهت نسبت به خودت خوب باشه شما داخل مغزتون سروتونین بیشتر درست میکنی. اینو داخل کتاب آقای جوردن پیترسن 12 Rules for Life ایشون توضیح دادن. 12 قانون زندگی خیلی کتاب خوبی هستش و در رابطه با خرچنگایشون صحبت کردن و خرچنگی که داخل جنگ میره و میبره چطوری خودشو باد میکنه و استایل راه رفتنش چقدر مهم هستش. به ما هم یاد میده ایشون میگن که باید سینت بدی جلو و شونت بدی عقب راه بری، مثل خرچنگی که از یک جنگی اومده و برده. و این استایلی که شما راه میرین روی افکار شما و اون دیدگاه خودت هم میتونه تأثیر داشته باشه. و خیلی فلسفه خوبی دارن ایشون، نمیخوام فلسفهشون رو به هم کوتاهی بخوام توضیح بدم، ولی خلاصه اینه که شما چه دیدگاه نسبت به خودت داری خیلی تأثیر داره روت. و اینکه بدونی که جامعه چه دیدگاهی روت داره خیلی تأثیر داره، بخاطر اینکه اون میشه دیدگاه خودت نسبت به خودت دیگه. درسته، راه دیگه هم نداری. مثلا بخاطر همچین زمانی اگه زندگی می‌کردی. ولی به نظر من دیدگاه خودت نسبت به خودت در مقایسه با دیدگاه جامعه نسبت به خودت قوی تره. اینطوری که دیدگاه خودت نسبت به خودت خوب باشه تو میتونی رشد بکنی، مرتبط با حرفی که شما زدین ها. بله، ولی بستگی داره. اگه شما در اون زمان زندگی میکردین که هر کاری که بکنید دیدگاه نسبت به خودت هر چیزی میتونه باشه، ولی شما نمیتونید مثلا داخل خیلی از قسمت‌ها شهر برید.
آره خب اونم هست. خیلی کارهایی که خیلی از انسان‌ها میتونستن بکنن شما نمیتونستین انجام بدین. خیلی مدرسه‌هایی که میتونستن، فکر می‌کنم اصلا مدرسه هم اجازه داشتن، انسانایی که طبقه پایین بودن اصلا اجازه نداشتن مدرسه برن. بله، فقط ما در طول تاریخ در یونان باستان دیدیم، در ایران باستان دیدیم، در خیلی از جاهای دیگه هم دیدیم که بعضی اوقات فقط طبقه اشراف دسترسی داشتن به بعضی از مسائل. بله بله بله، درست داری میگی. بله، بازم از اشراف فرق میکنه. حالا داخل قصر شما اگه بخواید فکر بکنین از آز اشراف، که مثلا اگه شاهنشاهی باشه و مثلا قمخیش شاخا دیگه، درسته؟ آره دیگه، طبقه اشراف. آره خب مثلا اون از بازم از طبقه انسان معمولی بالاتر هستش، پس بینش فرق هستش. یه بله. چیزایی هستش که فقط این اشخاص دارن، درسته؟ بله. من دارم میگم این اشخاصی که دارم میگم، حتی چیزایی که مردم معمولی دسترسی داشتن، اون چیزا هم دسترسی بهشون نداشتن، کسی بهشون اجازه نمیداد. بله. آخه اپیزود قبلی توضیح دادم که نمیذاشتن حتی دستشون بخوره بهشون، چون میگفتن که این مارم بد شانس میکنه، این مارم بد شانس میکنه، مارم خراب میکنه. بله. حالا در اون زمانه دیدگاه خودت نسبت به خودت زیاد دارم میگم نمیتونست کمک بکنه، مگه اینکه یه انسانی باشه که بیاتش یه کاری بکنه که از لحاظ افکاری کل اجتماع بتونیم یک دیدگاه دیگه داشته باشیم، تحولی ایجاد بشه. بله. خب همین بود که بوده عزیز اومدش، این یه ریولوشنی بود از دیدگاه کارما، یک ریولوشن خیلی بزرگی بود که یه شخصی اومد نه تنها توضیحش داد، بلکه الان انسانایی که اصلا کلا قرار نبود داخل شهر باشن، اصلا کسی باشون حرف بزنه، اون انسان ها با ما یکی هستن. حالا از دیدگاه اونایی که طبقه بالاتر هستن میتونه مشکل ساز باشه، نمیخواستن همچین چیزی رو، که با بودا بد شده بودن، مثلا برهمان ها با بودا بد شده بودن. چرا؟ چون داره برخلاف ارزش های این اشراف داره. دقیقاً. اینه که پسر نمیتونه برهمان باشه، یا خودت که برهمان هستی، تنها دلیلی که برهمان هستی اینه که بابات برهمان بوده. خودت چیکار کردی؟ آیا اصلا تجربه داشتی یا نداشتی؟ پس لازه تجربه ای نبودن، فقط این بود که پسر که چه کسی هستی. و خب. بودای عزیز ما این مخالفت میکرد، میگفتش که هر انسانی به هر جایی که میرسه باید از زحمت خودش برسه، و اینکه شما به دنیا میایین درسته که نسبت به کارمای زندگی قبلیتون ربط داره و همونقدر ربطش هستش که شما را چه چیزی در این دنیا میسازه، ولی بعد از اون هر چیزی که هستش با خود تو هستش. نه نیازی داری که دوباره به دنیا بیای، نه نیازی داری که بری به کسی پول بدی، خودت هستی با خودت. خودت میتونی در همین زندگی نجات پیدا بکنی یا آزاد بشی در همین زندگی، همین الان که داری میشنوی. بله. به شرطی که به فهمش برسی. دقیقا. حالا بین انسانهایی که طبقهشون پایین بودن فرق نمیذاشت، برای خانم ها هم فرق نمیذاشت. بودا اولین کسی بود که در اون مناطق اومد و اجازه داد به خانم ها که بیان و راهشو بتونن انجام بدن، انتخاب کنن. بله. پس آدم باشن. بله. پس این خیلی خیلی فرق بزرگی بود و مشکل ساز بود، هم از لحاظ طبقه هم از لحاظ زن، چون که زنم میدیدن میگفتن که باید دوباره متولد بشه، نه تنها در طبقه انسان پایین بلکه در طبقه انسان بالاتر. درسته. خب پس من خیلی مشکل بود. یعنی از الان ما نگاه میکنیم شاید یه چیز خیلی ساده برامون به نظر بیادش، ولی اگه در اون زمان زندگی میکردیم این یه ریولوشن خیلی بزرگی بود. ریولوشن دیگه ای که در واقع با کارما نسبت به زمان قدیم تر از بوده عزیز بود، این بود که قبل از بوده عزیز عقیده به سول داشتن، یعنی باور به یک روح یا ارواح یا یه چیزی بودن که ثابت بود. خب شما وقتی که در رابطه با روح صحبت میکنین، دارین در رابطه با یک چیز ثابت صحبت میکنین، و قبل از بودای عزیز میگفتن اون چیزی که میاد و به زندگی بعدی میره اون یه چیز ثابت هستش و اونو بهش میگفتن سول یا همون آتمان. عقاید این بود که این سول که میره در زندگی بعدی، اون چیزی که تایتر هستش یک چیز هستش و فقط لباسش عوض میکنه، و شما هی زندگی بعدی میرین همون یک چیز هستین و فقط لباستون عوض میشه. چیز منطقی هم به نظر میاد، درسته؟ از لحاظ ارواحی بخوای نگاه بکنیم، خب میگی خب آره یه چیزی هستش که باید بالاخره پرمننت باشه یا همیشگی باشه که میادش و به زندگی بعدی من میره، درسته؟ یعنی اگه چیزی دائمی نباشه، پس چطوری ما میتونیم بهش بگیم تناسخ؟
خب آخه حرف اینه، ببین اون ثابته داره روی یک متغیر کار میکنه. چیزی که من فهمیدم اون ثابته که ما گفتیم روح ثابته دیگه، داره روی یک جسم متغیر کار میکنه. جسم متغیره، اون در واقع لباسه رو که میگی عوض میشه. به نظر من اون جسم فیزیکی ماه. درسته، ولی منظورم اینه که اگه یک چیزی که پرمننت نباشه، یعنی دائمی نباشه، چطوری ما میتونیم یک تناسخ داشته باشیم؟ یعنی اینکه اگه شما دوباره متولد بشین، شما داری میگین که همین چیزی که الان هستی دوباره متولد شده، پس همین چیزی که الان هست دوباره متولد شده، پس یه چیز دائمی هستش که دوباره به وجود اومده یا دوباره داره ادامه میده. خب درست میگم؟ درسته، که ما به این میگیم روح. خیلی منطقی هستش، ولی خب بازم هر میگه این عقاید قبل از بوده عزیز بود، حالا بوده عزیز میادش و این مسئله رو عوض میکنه یا بهتر توضیح میده. ایشون میگن که روحی وجود نداره، یعنی اون چیزی که شما به عنوان دائمی میبینید وجود نداره. حتی از ایشون هم پرسیدن، گفتن پس مموری یا اون حافظه از کجا میادش؟ اگه چیزی دائمی نباشه ما چطوری میتونیم حافظه داشته باشیم؟ و بوده عزیز میگه که، البته این مسئله خود پیچیده است، امیدوارم که بتونم درست توضیح بدم. بوده عزیز میگه که شما فقط یک نوع هوشیاری ندارین، شما هوشیاری مختلفی دارین که در زمانهای مختلفی بهش دسترسی دارید نسبت به شرایطی که داخلش هستین. و جالبش اینه که اون چیزایی که شما بهش دسترسی دارین مثل اپ آیفون شما هستش و اون چیزا شما نیستین. شما یک سکرین هستین، یعنی یک صفحه هستین خالی، و داخل این صفحه خالی هیچ چیزی نیستش. شما یه سری اپو میان داخل این صفحه میریزید و اینا هر موقعی که حالا چه شرایطی بود، حالا شرط ایجاد شده که شما میخواین عکس بگیرین، شما میزنین کامرا رو وا میکنین. این میتونه به صورت یک چیزی باشه که حالا از لحاظ عصبانیت بخوایم بهش نگاه بکنیم، یه شرایطی ایجاد شده که شما اون اپ عصبانیت رو الان دارین استفاده میکنین. حالا بیشتر توضیح میدم، میدم یه جوری پیچیده است، ولی از دیدگاه مختلفی یا از راه دیگه میام بهش میرسیم دوباره که بتونم این مسئله رو توضیح بدم. خب حالا از یه ور دیگه میتونیم بهش نگاه بکنیم. مثلا اگه شما یک انسانی هستین که کانشسنس هستین، مثلا هوشیار هستید، درسته دارین یه مشاهده میکنین یه چیزی رو، آیا برای این که شما بتونین چیزی رو مشاهده بکنید باید قسمت مشاهدتون خالی باشه یا پر؟ هرچی خالی تر بهتر، بستگی داری که تو اول چی رو داری مشاهده میکنی و چقدر حافظتون اسکرینت خالیه. درست میگم؟ بذار برگردیم. برای این که شما مشاهدگری باشین که بتونه چیزی رو مشاهده بکنه، باید اون اسکرینتون یا همون آیفونتون باید خالی باشه که شما بتونید داخلش چیزی بریزین. درسته؟ نمیتونه اول پر باشه. حالا ما میدونیم آیفون که برامون میفرستن داخلش اپ و اینا هستش، ولی قبل از اینکه داخل آیفون اپ رو بریزن خالی بوده. درست میگم؟ بله. همینطور مثلا صفحه تلویزیون شما نگاه بکنین، قبل از اینکه شما بخواید چیزی رو در تلویزیون پخش بکنین، تلویزیون باید خالی باشه. درسته؟ پس در اصل چیز پوری وجود نداره، در اصل خالی بودن وجود داره. حالا چرا اینو مدام توضیح میدم؟ چرا که در بودیزم اون سولی که در هندوزم یا برهمنزم یا آتمانی که در واقع صحبت میکنن یه چیزیه که هیچ وقت نان استاپه، هیچ وقت استاپ نمیشه و همیشه هستش. ولی بودا میگه که نه، چیزی که همیشه هستش نسبت به این قضیه هیچ هستش. شما وقتی که میمیرین به قسمت هیچ میرین، یعنی صفحه کلن خاموش میشه، هیچ اپی داخلش نیستش، و وقتی که روشن میشه دوباره اپا شروع میشن به چی؟ دانلود شدن و استفاده کردن از آی کلاودت. ای از آی کلاود میاد، داخل آی کلاود هم هست. اتفاقا در این منطقه خوبی چیز کردین، نشون میده که من حرفتو رو درست گرفتم. بله خیلی خوب گرفتی. با میدونی طرز توضیح دادنت یه جورایی مثلا شبیه اشخاصی بود که مثلا از مثالهای امروزی استفاده میکنن، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. و اون خب اوکی، آی کلاود چیه حالا؟ از کجا دانلود میشیم دوباره وقتی که اوکی حالا مردیم
بعد رفتیم، حالا مثلا بعد از چند ثانیه برگشتیم، اوکی مثلا آیفون یه ارور داد خاموش شدیم، ریست شدیم، حالا برگشتیم دوباره، حالا قضیه‌مون چیه؟ آی کلاود چیه؟ مموری رو منظورمه، درست میگم؟ آی کلاود اینجا نقش مموری رو داره بازی میکنه دیگه. ببینید مموری هستش از زندگی قبلیتون، خب که شما یا کارما، بله همون کارما هستش که شما رو درست کرده، درسته؟ خب مموری که منظورم اینه از لحاظ فیزیکس به عنوان انفورمیشن بهش نگاه بکنیم، که انفورمیشنی بوده که مثلا شما یه آدم بدجنسی بودین، بعد اون انفورمیشن گفته که طبق شخصیت ایشون بیا این همچین چیزی رو بساز، مثلا این زندگی با اون دستی که زده فلان کس رو کشته، مثلا بهش دست نده داخل زندگی. خب حالا میگم میگه کسی نیستش که بگه، این خود قوانین کارما هستش. یعنی اگه بخوایم مثلا قوانین آی تی بهش نگاه بکنیم، تو داری دیتای خودت رو کد میکنی واسه خودت برای آیندت، در حدی که چطوری در چه جایی و چه شرایطی بتونی به دنیا بیای. اوه اوه اوه، ولی بعد از اون در اون زندگی باز هم راه رسیدن به خدا هستش، یعنی نیستش که شما دست نداشته باشین کم هستی از دیگران، یه راه فراری هستش، یه راهی برای رسیدن به کمال وجود داره. به هر حال به هر حالش نیستش، هست برای هر کسی هستش. خب هیچ ربطی نداره که شما چه شکلی هستی، در چه خانواده به دنیا اومدین، چه کارمایی در زندگی قبلیتون داشتین، حتی چه کارمایی روز قبلتون داشتین در همین زندگی. یعنی نیستش که شما نگران زندگی قبلتون باشین، اون کاری نداریم، ولی داریم میگیم حتی این زندگی شما چه کارمای روز قبل داشتین با امروز فرق میکنه، شما میتونین از اون کارما بیاین بیرون. پس این وسط هیچ خیلی مهمه که داخل هندویزم یا برهمانزم میگن که این هیچ نیستش و این همه چیز هستش، و بوده از میگه اتفاقا اون ایگوی تو هستش. حتی این مموریشو، حالا اون مموری که شما میگین الان به ذهنم رسید که فکر می‌کنم سوالی که پرسیدین میتونستم اون قسمت دیگه هم توضیح بدم، اینه که مموری یا حافظه زندگی قبلیتون یا همون تخمای کارمایی که باهاتون در این زندگی باهاتون متولد میشه، باهاتون متولد میشه، اونا طبق شرایطی که نیاز دارن میتونن رشد بکنن. مثلا اگه شما یه انسانی باشین که حالا یه تخم حسادت یا عصبانیت داری، از عصبانیت تو توضیح بدم که خیلی چیز کامنی هستش، شما چرا همیشه عصبانی نیستی؟ چرا بعضی موقع عصبانی میشی؟ چرا که شرایطش نیستش؟ پس یه تخمی هستش داخل اونجا که هستش، حالا این از زندگی قبلی کاشته شده، و شما وقتی که به شرایط رو میدین اون تخم شروع میکنه به چی؟ رشد کردن. درست. پس اون مموری که داریم میگیم از زندگی قبلی از این بابت میادش و به این شکل میادش، چیزی نیستش، و اون یک نوع حافظه شما هستش یا هوشیاری شما هستش. هوشیاری میتونم بهتر بگم، از اساس کانشسنس های دیگه هم داریم که میتونیم یه اپیزود در رابطه با این مسئله درست بکنیم و میتونیم همش رو توضیح بدیم، ولی میخوام خیلی پیچیده‌اش بکنم برای این اپیزود. درست متوجه هستم، اما حالا اگر مثلا من یه سوال بپرسم، اگه این روح یا حالا هر چی که ما اسمش رو میذاریم هوشیاری، اگر بر اساس گفته شما ثابت نیست، پس این افرادی که دارن میگن ما زندگی قبلیمون رو یادمون میاد، به اینا دارن چی میگن؟ این چجوری ممکنه یه همچی چیزی؟ ببینید بوده عزیز در ارتباط با این نکته اشاره کرده بودن و اشاره خیلی خوبی هم بود و میگفتن که اون چیزی که برای مثال اگه کسی مراقبه میکنه و در مراقبه یا به وسیله قارچ میتونه زندگی های قبلیشو ببینه، ایشون میگن که ایگو شما میخواد این باور رو داشته باشه که شما یه چیز ثابتی هستین و همیشه بودین و هیچ وقت از بین نمیرین، و وقتی که شما زندگی قبلیتون رو میبینین، ایگو شما اون چیز رو به عنوان یک چیز ثابت میخواد به شما جلوه بده، چون ایگو شما نمیخواد فکر بکنه که شما از بین میرید، شما از بین نرفتنی هستی از دیدگاه ایگو. خب اگه اونطور مکسنس نکرد، یه دیدگاه دیگه هم میتونیم نسبت بهش داشته باشیم که یک مثالی بود داخل یک کتابی که من خوندم، یادم نمیاد داخل کدوم کتاب بود، و طوری که توضیح داده بود میگفتش که شما میتونید به عنوان میوزیک هم بهش نگاه بکنین. به عنوان چی؟ موسیقی. خب اینکه آهنگا عوض میشه وقتی شما دارین یه آلبومو گوش میکنین از یک تا مثلا شماره 12، وقتی آهنگ اولی عوض میشه و آهنگ دوم میاتش، کلن این شعر و آهنگ همه چیز نسبت با این چیز، حس یا هر چیز میخواییم فکر بکنین، فرق میکنه. ولی به خاطر که
این شرح و آهنگ هست، شما فهم میکنین این همون چیز قبلی هستش. پس از دیدگاه دیگه هم میتونم توضیح بدم، میدونم که توضیحات من به در خودم میخوره، یه راه دیگه هم به نظرم رسید. خب نه ببین آرش، موضوع پیچیده است. موضوع اینه که خیلی باید اطلاعاتت کامل باشه که بتونی به حرفای این گوش کنی. نه که بیای بشینی مثل آرش حرف بزنی در موردش. اینو جدی دارم، یه همچیزی رو شما لطف دارین. قربونت برم، اینو جدی دارم میگم. خواهش میکنم. بذار حالا یه دیدگاه دیگه هستش، فکر میکنم شاید از همه دیدگاه راحت تر باشه. خب مثلا اگه از لحاظ هندویزم یا از لحاظ همون براهمنیزم میخوایم نگاه بکنیم که چیزی که میاد عوض میشه و به زندگی بعدی میره، اگه بگن که شما میان لباس خودتون عوض میکنین، بوده عزیز میگه شما اون لباسه هستین. خب درست شد، من متوجه تا اینجا متوجه قضیه شدم. الان بودا داره میگه و چیزی زیرش دائمی نیستش، همون لباسی که شما میبینین شما همون چیزه هستین. آها اوکی، الان گرفتم. یعنی بودا به چیزی به نام روح اعتقاد نداره؟ نه. اوکی. چیز دائمی وجود نداره. اوکی. از هیچی به وجود میاد و به هیچی برمیگرده. شما داخل کوانتوم مکانیکس میخواین ببینین دکتراتون و همه پروفسوراتون رو بیارین، داخل کوانتوم مکانیکس به این چیز رسیدن، داخل تیوری ریلیتیویتی به این چیز رسیدن. یعنی شما اگه میخواین برگردین از بیگ بنگ به قبل، شما نمیتونین توضیحش بدین. یعنی از این دیدگاه دارم میگم، از دیدگاه بیگ بنگ، چرا که نمیتونه برگرده قبل از اون، ولی کوانتوم مکانیکس هم چه کاری میکنه. اوکی، من حرفم اینه، من دارم میگم اوکی، اگه این از هیچ میاد و شما داری در واقع سندش رو داری میگی کوانتوم مکانیکس، پس اون تخمه از کجا میاد که دوباره اون در واقع میگی تو مثلا تخمه حسادت که اگه در شرایط قرار بگیره رشد میکنه، با اون تخمه اون بذره از کجا میاد؟ من جان خیلی خوشبختم از آشنایی با شما، خدا حافظ شما. منم خواهش میکنم، من بچه ها خدا حافظ شما، خیلی خوشحال شدم. اپیزود خوبی بود دوستان، خیلی ممنونم که تا این قسمت گوش کردین. اسمش رو هم می‌ذاریم رهایی از دانستگی. آره رهایی از دانستگی. تموم کن بریم. اشام کن بریم خونمون. نشد که نشد. خب ببین هومن عزیز، مسئله هم میتونه پیچیده باشه، هم میتونه ساده باشه. من سادهش میگم، ولی پیچیده‌اش رو داخل یه اپیزود خودش می‌ذارم، در رابطه با هوشیاری که می‌خوام بیشتر توضیح بدم، داخل اون قسمت بیشتر توضیحش بدم. خب شما اگه این دستی که دارید اینو ساختار کارمای زندگی قبلیتون بدونین، شما میتونین اون تخمای کارما رو هم جزبی از ساختار زندگی قبلیتون بدونین که باهاتون به وجود میاد. یعنی به صورت حافظه به وجود میادش، ولی نیستش که اون شما باشین. پس اطلاعات یه گوشه‌ای سیو میشه، یه گوشه‌ای هستش به صورت تخم، به صورت تخم هستش که بعد شرایطش باشه که بتون شروع بکنه به کار کردن. مشکل اینه که خیلی فهم میکنن که اون تخم ها خودشون هستن. مثلا شما فکر کن مثلا بگین که این دستم این منم، شما دستتو جدا میکنی و میگین دست من هستم. شما میتونی اون تخمایی که از زندگی قبلیتون به عنوان سید یا همون تخم اومده و با شما متولد شده رو یه چیزی حالا جزبی از همون کامبینیشنی که هستید داری بهش نگاه بکنی و بدونی که اون یه چیز پرمننت نیستش و به عنوان یک تخم هستش. اگه شرایطش درست باشه رشد میکنه و میتونه عمل بکنه، و اگه شرایطش درست نباشه نمیتونه عمل بکنه. خب و مهم اینه که بدون تخمه شما نیستید، بعد تخمایی هستن که داخل این صحرای به این بزرگی یک کسی کاشتتشون. خب میشه من یه سوال بپرسم؟ نه میترسه دیگه نپرس. کاتگوری که من دارم با این مبحثت دارم باشه خوره برخورد میکنم، یه حالت میگم تو عالم کامپیوترم. اوکی من الان یه سوال دارم، بر اساس این چیزی که داری میگی، مثلا اون میگم کامپیوتر، مثلا منظورم 0 و 1، منظورم پوچ و همه چیزه، منظورم اون معنی بزرگ است، آیا ما همین شکلی که داریم میگیم کارمای بد داریم، کارمای خوب هم داریم؟ یعنی 0 و 1 هست و خیر و شره که از اول عالم هستی که ما هممون این شکلی از دو انرژی مختلف به وجود اومدیم، خب کارما خوب هم داریم؟ بله کارمای خوب داریم، ولی اسمش نمیشه گذاشت کارمای خوب. خب دیگه کارما نیستش. شما وقتی در رابطه با کارما صحبت میکنین، اینم بدونیم که ریزالت نیستش. بعضیا فکر میکنن که نتیجه میشه کارما، ولی کارما اون عملیه که داره انجام میشه، به اون میگن کارما، نه اون نتیجه‌ای که اتفاق افتاده.
گرفتم. پس حالا میرسیم به این قسمتی که کارمای خوب و بد چیست. منظورتون اینه درسته؟ دقیقا. ببینید دیدگاه مختلفی هستش نسبت به این قضیه. بازم میگم مثلا دیدگاه های مثلا از لحاظ جینز بخوایم نگاه بکنیم، میگه که شما کاری که کردی مثلا اگه داری میری تو آشپزخونه از شبه لامپ خاموشه و پات به سگ خورد، سگ صداش در اومد، اون کارماست. ولی بودا میگه که خب شب بوده، چراغ خاموش بوده، تو که سرم نرفتی به سگ لغت بزنی، پات بهش خورده. نخواستی بده به یارو بدی کنی که، نکتت اینه؟ آره، خب. نرفتی سرم بهش لغت بزنی، یعنی لغته رو خورده، ولی اینتنشن، یعنی همون قصدی که شما داشتین پای مسئله خیلی مهم هستش. پس هر عملی که شما میکنین اگه قصد درستی داشته باشین اون عمل کارما نمیشه. حالا اون چی میشه؟ اون بهش میگن نو اکشن، یعنی هیچ نوع عملی به حساب نمیاتش. عملم از دیدگاه کارمایی دارم بهش نگاه میکنم. حالا چطوری میتونی همچین کاری بکنی؟ قبل از اینکه بودای عزیز بیاد در با کارما صحبت بکنه یا چرخه زندگی بیاد صحبت بکنه، افراد زیادی منم گفتن که این چرخه داره میچرخه و چرخیدنش هم دلیلش اینه که عمل هستش و عمل همون کارما هستش. یعنی شما اگه کاری داری میکنه که اینتنشنی درستی پشتش نیستش، دلیل این هستش که شما در این دنیا هستین و این چرخه داره میچرخه. پس اگه شما عملت همش درست باشه، یعنی اینتنشنت همش درست باشه، یعنی کل هستی اصلا یک جا، اینتنشنش درست باشه و اینتنشن بدی نداشته باشه، اون موقع دیگه این جهان هستی وجود نخواهد داشت. یعنی تنها چیزی که شما رو، یعنی چرخه زندگی شما رو میچرخونه و شما دوباره متولد میشین، اینه که دلیلش اینه که شما عملایی داشتین با اینتنشن بد در زندگی قبلیتون. پس حالا شما چطور میتونین زندگی روزمرتون با حالت عادی بچرخونین و عمل بدی نداشته باشین؟ خیلی سخته، چرا که اینفلوئنس هست. یعنی دور و برتون هر کاری که بکنین انسانایی هستن که شما رو میتونن وادار بکنن، یعنی میتونن شرایط اون تخمه که داخل شما هستش رو براش درست بکنن که اون تخمه شروع کنه به رشد کردن یا شروع کنه به کار کردن. پس بعد چیکار بکنی؟ بعد یه کاری بکنی که اکشن نداشته باشی، یعنی عمل نداشته باشی. یعنی راحت این کارو می‌خوای پیدا بکنی دیگه، که از این چرخه بزنی بیرون. بعضی میگفتن میشینم اصلا هیچ کاری نمی‌کنه. خب جالب شد. حالا من این توضیحی رو که دادی سوال قبلیم بود، ولی من حکایت اینه که اطلاعات که میگیری بدتر میشه، سوال بیشتر به وجود میاد. خب ادامه بده. پس هم نیکی گفتم واقعا دارم درست میگم. بعضی گفتن بهترین راه اینه که یه کاری بکنی که عمل نداشته باشی، مثلا بزنی به صحرا، به هیچ چیزی دل نبندی، با انسان ها رفت آمد نداشته باشی، بری داخل کوه و جنگل. راه های مختلفی هستش که بتونی یه کاری بکنی که عمل نداشته باشی. حالا داخل فلسفه های مختلف، مثلا داخل هندویزم، ما میایم داخل بقاوات گیتا میخونیم که مسئله کارما رو خیلی از لحاظ اکشن، از لحاظ عمل خیلی قشنگ اومده توضیح داده. یعنی همین اینتنشن رو که میخوایم بگیم از دیدگاه بقاوات گیتا اینه که میگه که شما بهترین اینتنشنی که میتونید داشته باشین اینتنشن سلفلس هستش، یعنی کاری که میکنی برای خودت نباید انجامش بدی، برای یه زیست دیگری باید انجام بدی. یعنی هر کاری که میکنی اگه برای خودت باشه اون به کارما حساب میاد، و اگه شما کاری که دارین میکنین اینتنشنتون برای دیگری باشه اون کارما به حساب نمیاد. پس یعنی اگه شما دارین زندگی میکنین کل زندگیتون رو، بعد هر کاری که میکنین بعد برای دیگری باشه، یعنی اینتنشنتون برای دیگری باشه. مثلا منظورم اساس کلی هستش، مثلا نمیگه آب نخور، آب برای خود داری میخوری دیگه، درسته؟ درسته. مثلا اگه داری یه کاری میکنی اینتنشنت باشه که پشتش هیچ چیزی نباشه که وابسته به خودت باشه که بهت چیزی برسه نسبت به اون کاری که کردی، از هر دیدگاهی که اون چیز میتونه بهت برسه. پس از فلسفه بقاوات گیتا که یکی از خدایان هندویزم کریشنا میادش به آرجون این مسئله توضیح میده، این شکلی توضیح میده و خیلی کتاب زیبایی هستش. من امیدوارم که بتونم در رابطه با اون کتابم یک اپیزود درست بکنم. خیلی عالی. اوکی. خب بذار من برگردم به سوال خودم که بگم، یعنی در واقع من به عنوان شنونده این قسمت حرف اصلا بین من و شنونده هامون
ببینید بچه ها، من قبل از اینکه آرش توضیح آخر رو بده، این سوال رو در واقع روی دفترم، اون در واقع نوتی که جلو روم هستش، نوشتم. من میخواستم از آرش بپرسم که آیا آرش قصد کارما میشود یا عمل یا فکر؟ من اینو نوشتم روی تیک کاغذ که آرش توضیح اینو داد. حالا بسیار عالی. همونطور که من گفتم، مثلا وقتی یه مطلبی رو میفهمی، به درکش میرسی، بعد میاد چهار تا سوال جدیدتر درست میشه. حالا من دارم از سه کلمه بسیار بزرگ دارم حرف میزنم. قصد، در واقع اول فکره، بعد قصد میشه، بعد تبدیل به عمل میشه. اگر یک نفر، حالا چه خوب چه بد فرقی نمیکنه، فکر بکنه، قصدش رو هم بکنه، عمل نکنه، یا فکر بکنه قصد بکنه عمل هم بکنه، حالا چه خوب یا چه بد، یا اگر فکر بکنه قصدش رو هم داشته باشه، بیشتر سوالم اینه، ولی عمل نکنه، آیا دچار کارما میشه؟ بله. پس در واقع فکر رو نیت تبدیل به کارما میشه. بله. یعنی شما حتی مثلا الان توضیح میدم، ولی یه چیزی هم توضیح بدم، که شما اگه حتی یه کار خوبی برای یه انسانی انجام بدی با قصد خوب و بعدم پشیمون بشی، اون کار دوباره چی میشه؟ کارما. درست. منظورت اینه که کارمای خوب یا کارمای بد؟ کارما خوب نداریم. کارما کلا یه چیزیه که حالا ما به عنوان بدم نمیخوایم بهش نگاه بکنیم، داریم میگیم یه چیزیه که باعث ادامه تو در این جهان هستی میشه. خب متوجه شدم. برای مثال، شاید یه خورده قضیه واسر بشه، شاید بتونم مثال حیوانات هم بزنم. شاید فکر بکنیم، میگین که اگه اینتنشن یه چیزی باشه که باعث میشه که شما بتونیم به زندگی بعدیتون برین، حیوانات پس چی؟ آیا حیوانات هم توانه اینو دارن که بتونن پیشرفت بکنن و بتونن از اون طبقه هستن بیان به طبقه بالاتر؟ که بله، در حیوانات میبینیم. یعنی ما از لحاظ اِوولوشن هم که نگاه بکنیم، داره این پیغام رو به ما میده. حالا میخوام در مورد اِوولوشن صحبت بکنیم. در حیوانات راههای مختلفی هست، یعنی براشون که بتونن پیشرفت بکنن. برای مثال خدمت به انسان ها. این نیستش که ما برتر هستیم و به ما خدمت میکنن و باعث میشه که پیشرفت بکنن. همین که ما بهشون اجازه میدیم که بتونن یه کاری بکنن، به صورت خدمت در میاد. مثلا اگه شما یه سگی دارین که اگه داخل جنگلا بود و وحشی بود و همیشه در حالت کشتن بود و به خودش رسیدن بود، این حیوان خیلی طول میکشید که بتونه پیشرفت داشته باشه و بتونه به زندگی بعدی انسان بشه. و شما اگه اون حیوان رو بهش اجازه بدین که بتونه بهتون خدمت بکنه، اون میتونه باعث پیشرفت اون حیوان بشه. مثلا قبل از بودیزم یه اشتباهی که نسبت به این قضیه میکردن، حالا میدونم از دیدگاه بودیزم اشتباه است، ولی از دیدگاه هندویزم اشتباه نیست و منم باش مشکلی ندارم که دیدگاهشون این هستش. میگفتن وقتی که شما میان حیوانو میکشید و میخورید، اون حیوان به شما خیلی خدمت بزرگی کرده، شکم شما رو سیر کرده. شما که این همه زحمت کشیدین و چندین حیاتو گذشتونین و اومدین به اینجا رسیدین، این حیوان بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که شکم شما رو سیر بکنه که در راهتون بتونین ادامه بدین. که بودای عزیز دیدگاهش نسبت به این قضیه فرق میکرد و میگفتش که با کشتن هیچ کسی سودی نمیبره، چه حیوان و چه تو. خب پس آرش، پس در یک کلام جواب من چی شد؟ قصد کارما میشود یا عمل یا فکر یا هر سه؟ ببینید، در بودیزم کاز ان افکت داریم، یعنی علت و معلول. در بودیزم ما کاز و افکت رو جدا نمیبینیم. همون زمانی که کاز به وجود اومده، افکتش هم به وجود اومده. خب یعنی مرغ و تخم مرغ با همدیگه به وجود اومدن. یعنی قصد با عمل فرقی نمیکنه. گرفتم چی میگی؟ سعی شدم. عالی بود. نه، مرغ و تخم مرغ با هم به وجود اومدن. بله، دقیقاً. نمیتونی جداش بکنی. حالا بازم یه مسئله دیگه هم هستش. این کازن افکت یه فلسفه خودشو داره. در بودیزم خیلی خیلی عمیق هستش. ما داریم 12 تا چیز که باعث میشن که این چیز اون چیز دیگه به وجود بیاد. و همزمان این نیستش که حتما اون چیز قبلیش باید باشه، چیز بالایی میتونه اونو به وجود بیاره. در کجا گفتی هستش؟ در فلسفه بودیزم. که میگه که 12 چیز 12 چیز هستش که خیلی ها میگن اولین چیز ignorance هستش، یعنی نفهمی دیگه، یه همچین چیزی ignorance که بعد باعث میشه چیزای دیگه به وجود بیاد. ولی خب میتونم در یه اپیزود خیلی قشنگ توضیح بدم، امیدوارم بتونم توضیح بدم. البته
ولی اون اپیزود به همین چیز ما رو میرسونه، کاز اند افکت با همدیگه یک جا به وجود میان. خب. جدا از همدیگه نیستن. امیدوارم که مکسنس کرده باشه. خیلی هم عالی بود. خب ببینید یه سمت دیگه هومن عزیز، یه چیز دیگه هستش به ذهنم رسید، فکر کنم کمک بکنه برای درک کردن همون هیچ، و اینم از یک کتابی گرفتم، یک مثالی بود که در رابطه با یه جنگی که داخل تایلند پیش میادش در زمانهای قدیم صحبت میکرد و میگفتش که اگه اشتباه نکنم برادران مسلمون حمله کرده بودن و همگی رو میکشتن و چیزایی هم که به درشون میخورد و با خودشون میبردن. یک مانستری بودیزم که بود، یکی از همین بتای بودایی که داشتن از طلا درست شده بود و بودایا چیکار کردن؟ اومدن این رو با گل روشو قائم کردن. یعنی اگه شما اگه اون بوتو میبینید فکر میکنید یه بوت گلی هستش و فکر نمیکردید بوت طلایی هستش و نمیبردینش، میگفتین به درد نمیخوره. حالا خیلی چیزا رو خراب کردن ولی خب اونو باهاش کاری نداشتن و نمیدونستن که زیر لایه گلی که هستش طلاست. جالبش اینه که خود مانکا و تایلندیا که اونجا بودن اونا هم یادشون میره دیگه، نمیدونستن زیر این طلاست، یعنی از جنریشن رد میشه به بعدها میرسه، تا اینکه یه روزی یه اتفاق میفته که یه تیکش میشکنه، یعنی یه تیکه‌ای که گل روش بوده میشکنه و اون قسمت طلاییش میاد بیرون. و این مثال رو همیشه استفاده میکنن، میگن که شما ذات بودایی دارین و ذات بوداییتون رو میتونین به صورت اون طلا نگاه بکنین که زیر اون گله هستش و شما باید اون لایه گله رو جدا بکنین و اون ذات بوداییتون که هستید رو دوباره به دست بیارین. حالا سوال اینجا پیش میاد، اگه این مثال استفاده کردن اون ذات طلایی یا اون چیزی که بودا خودش میگه، میگه که همگی ذات بودایی دارن، نه تنها انسان‌ها بلکه حیوانات، یعنی هر چیزی که جاندار هستش ذات بودایی داره، یعنی اون چیز هستش، یعنی شما نیازی ندارین که بخواین به یه چیزی برسین، اون چیز شما امروز همین الان هستید، فقط بعد اون لایه گلی که هستش رو از خودتون دور بکنین. حالا سوال اینجا پیش میاد، اون لایه طلایی پس یه چیز دوباره پرمننت به نظر میاد، درسته؟ خب. یه چیز دائمی به نظر میادش اگه اون همیشه هستش و شما بعد اون لایه رو از هم جدا بکنین، پس اون تیک دائمی چیست که میگیم بودا هستش و ما ذات بودایی هستیم و داریم و برمیگره به هیچ. هیچ. اون طلا هیچ هستش، یعنی شما نیازی به چیزی ندارین. خب داره خطرناک میشه اگر رسیدی به هیچ، اگر اشتباه بگیری پس زندگی چه فایده ای داره؟ منظورتون نگرفتم. اگر هیچه پس زندگی چه فایده ای داره؟ هموز چی داریم خودمونو ببخشید، من میتونم یه حرف یه خورده ویکی ویکی بزنم، هموز چی داریم خودمونو جر میدیم؟ این یه خوره خیلی جالب نیست تو ادبیات ما ولی واقعیت، چرا خودمون خودمون رو جر میدیم تو این زندگی؟ خب کیشکی نگفته خودت جر بده. آخه ببین چه بخوایم چه نخوایم داریم خودمون رو جر میدیم تو این زندگی. خب منم در همینم نیازی نداره خودت جر بدی. خب اگه از هیچ هستیم و به هیچ میریم نیازی نداره خودت جر بدی. ولی خب سوالتون سوال خوبیه، سوال خوبیه که به هیچ برسی آیا اینه که زندگی معنی نداره؟ و به نظر من برعکسش هستش، به هیچ رسیدن یعنی اون لایه کاندیشنینگ که من در یک اپیزود به عنوان تعصب بهش صحبت کردم، گفتم تعصب ولی فکر کنم دوستان یک کلمه دیگه استفاده کردن یادم نمیادش، ولی کاندیشنینگ همون چیزیه که شما باهاش بزرگ میشین، اون چیزی که شما باهاش بزرگ میشین و اون چیزی که در اجتماع هستش و اون چیزی که در خانواده‌ای که بزرگ شدین و در مدرسه‌ای که رفتین، اون جایگاهی که بودین باش بزرگ شدین و توی مغزتون خوندن و یه سری باورها هستش نسبت به خودتون، نسبت به دیگران، نسبت به اجتماع، یا کلن یه سری چیزایی هستش که اینا بهش میگن کاندیشنینگ که با شما هستش و اینا نمیذارن که شما زندگی کنید. شما فهمی کنید دارین زندگی میکنید ولی شما یا در گذشته دارین زندگی میکنید یا در آینده، و تنها راهی که شما میتونید زندگی بکنین و اونم فقط در همین الان هستش
اینی که شما اون لایه رو پاک بکنین. یعنی به هیچ رسیدن این نیستش که دیگه زندگی معنی نداره، اتفاقا زندگی خیلی بزرگ میشه. یعنی اون دسکتاپی که شما دارین پاک پاک میشه و شما میتونین هر چیز رو با یک چشم جدید یا یک چشمی که بدون کاندیشن هست ببینیدش. فکر بگو مثلا برای مثال یک آهنگی که برای اول میشنوی چقدر لذت داره یا آهنگی خیلی دوست داری. خب بچه رو اون کهنه میشه، اون کاندیشنینگ هستش. ولی اگه اون لایه نباشه، هر چیزی که میبینی برای خودش همون روز لذت خودشو داره. مثلا شما وقتی بچه هستین میبینین بیرون یه درخت رو میبینین ذوق میکنین، یه مورچه رو میبینین ذوق میکنین، درسته؟ درسته. هر چقدر که پیشرفت میکنین، یعنی پیشرفت منظورم اینه که هر چقدر بزرگتر میشین، چیزها شروع میکنن به ارزش داشتن کمتر، چرا که کاندیشنینگ باعث همچین چیزی میشه و از ارزش کمتر باعث میشه به بی ارزشی. یواش یواش همه چیز برات عادی میشه، بی ارزش میشه دیگه. پس شما حالا بی ارزشی، یعنی اینکه زندگی به درد نمیخوره برای زندگی کردن، یه شرایط کاندیشنینگ میبینی یا یه شرایطی که شما کاندیشن نباشین؟ نه دیگه، خب نباید کاندیشن باشید، نباید تعصب داشته باشید. آره نسبت به هیچ چیزی، هیچ چیزی، درسته؟ خب پس اون لایه همین چیز هستش. شما وقتی که دارین نسبت به هر چیزی که نگاه میکنین یا گوش میکنین، اگه با اون لایه کاندیشنینگ بهش نگاه بکنین، شما در حال نیستید. پس امتینس این نیستش که زندگی معنی نداشته باشه یا به درد نخوره. امتینس پوچی، درسته؟ منظور از امتینس پوچیه؟ هیچ هیچ هیچ. خب یعنی که هر چیزی که میبینی برات همون تازگی خودشو داره و لذت خودشو داره. بله اگه بتونی اینطوری فکر بکنی. بله بعضی اینطوری فکر نمیکنن. خب بازم اگه فکر میکنی، بازم داری از کاندیشنینگت استفاده میکنی. یعنی اصلا فکر کردن نیستش. یعنی بازم برمیگردیم به قسمت مشاهده‌گر. یعنی اینکه اگه شما کاندیشنینگ نداشته باشین، شما داری مشاهده میکنید. یعنی اگه شما میخواید مشاهده بکنید، بعد همه کاندیشنینگیتون رو بذارین کنار. تاثیرپذیری مونم میشه گفت. مثلا شما اگه دارین یک قضاوت، آره دارین یک بوکس رو مثلا قضاوت میکنین، شما نباید طبق اون چیزی که نسبت به فایتر ها میدونین بیان قضاوت بکنین. شما باید اون برنامه نگاه بکنین. اگه مثلا دیروز شاید اون شخص به یه نفر دعوا کرده، یه فوشی داده و شما اون میتونه تأثیر رو شما بذاره که روی این بوکسی که امروز هستش چه قضاوتی میکنین. درسته. و این عادلانه نیستش، نه تنها برای دیگری بلکه برای خودت. یعنی حتی اون قضاوتی که نسبت به کاندیشنینگ نسبت به خودت میکنی، اونم عادلانه نیست، نمیذاره پیشرفت بکنی. خب آرش، حالا من یه در واقع سوالی از فکر کنم توی اپیزود رها کن بود پرسیدم، قرار شد اون سوال رو اینجا بپرسم و یادم مونده بود. سوال من کارماسوزیه و حالا با این اطلاعاتی که الان توی این اپیزود گرفتم، میخوام این سوال رو حالت دو قسمتش بکنم. بر فرض مثال با یه اسکرین صاف به دنیا اومدیم، ولی مثلا تا 20 سال 30 سال کارمای درستی نداریم. حالا بعد از 20 سال 30 سال 40 سال هر چند سالمون که هستش، در واقع بیدار شدیم و میخوایم کارماسوزی بکنیم. چطور میتونیم این کار بکنیم؟ چطور میتونیم تصفیه حساب بکنیم بعد بریم؟ سوالم اینه. کارماسوزی رو از این دیدگاه میتونیم از لحاظ کاندیشنینگ هم بهش نگاه بکنیم. شما هرچقدر که اون کاندیشنینگ رو از بین ببرین، شما کارما رو از بین بردین. آه، یعنی هرچقدر کاندیشنینگ رو از بین ببرید، کارما رو از بین بردید. بله. یعنی شما اون بذرا رو هم از بین بردی، اون تخما رو. بله. حالا اون بذرا یا کارما که الان ساختین، بعضی موقع همون سیدها بازم هست داخل اون صحرا و طبق شرایطی براشون شما ایجاد میکنین یا ایجاد میشه، میتونن شروع بکنن به رشد کردن یا فعال شدن. اونم راهش مختلفه، مثلا از صورت افکاری میتونه باشه، از صورت حسی یا هیجان میتونه باشه. برای اینکه چطور شما میتونین کارما بسوزونین، بحث‌های مختلفی هستش.
بعضیا میگن خودشون رو میزنن، بعضیا میرن کار فیزیکلی میکنن، به خودشون زجرای مختلفی میدن از طریقای مختلف که بتونن کارماشون رو بسوزونن. بعضیا هم گفتن میرن زیر یه جایی میشینن و اصلا تکون نمیخورن. خیلی این کارو کردن، بودم یکیشون بود. بوده عزیزم همچه کاری کرد و دید که نمیتونه بازم رها بشه از همین چیزی که داریم در صحبت میکنیم، که بتونه از کارماهاش رها بشه و اون لایه وسطی که هستش بیاتش بیرون. راه حلش اینه که شما مشاهده‌گر باشین. یعنی اگه بخوام خیلی خلاصش بکنم، ولی اینکه شما چطوری میتونین مشاهده‌گر باشین، اینم خودش بازم یه مسئله جداگونه است. انسان‌های زیادی هستن که در رابطه با این قضیه من توضیحات خودشون دادن که شما چطوری میتونین مشاهده‌گر باشین. سوال یکی از بچه‌ها توی یوتیوب هم بود، حالا من یه خط جوابشو دادم، ولی خب سوالی نبود که آیا چطور مشاهده گر باشیم. حالا در کل نه در رابطه با کارما، حرف اون اپیزود مشاهده گر بودن افکار بود. من توی یه خط جوابشو دادم، خیلی دوست داشتم که الان رسیدیم به اینجا، دوست داشتم به اون کامنت اشاره بکنم و بدونم که نظر تو چیه واقعا. بله، امیدوارم که جواب اون کامنت هم داده باشم با این جوابی که میخوام بدم. تو دیدگاه مختلفی هستش که شما چطور میتونید مشاهده گر باشین، چرا که بازم مشاهده گر وابسته به تجربه نیستش، یعنی که وابسته به اون کاندیشنینگ یا اون تعصبی که شما دارین نیستش، یه چیزی که کاملا جداست. نه تعصب داره، نه باوری داره، نه براش مهمه که دیروز چه کار کردی، کلا یه چیزی که برای همین الان داره زندگی میکنه. مثلا کریشنامورتی عزیز فلسفه خیلی عمیقی داره ایشون و حتما توصیه میکنم کتاب ایشون رو به هر کسی که این اپیزود گوش میکنه. ایشون خیلی قشنگ توضیح دادن این مسئله رو. ایشون حرفشون اینه که میگه باید دنبال اون کاندیشنینگ بگردی و اون تعصب و اون چیزایی که مغزتو کاندیشن کرده. هر وقت که همه این کاندیشنینگ ها رو از بین بردی، میرسی به همون هیچ. این یه راهشه. حالا از دیدگاه بودای عزیز که 2500 سال پیش ایشون توضیحش دادن، راه اصیل هشتگانه هستش. خب شما میتونین به وسیله راه هشتگانه به همون چیزی که مشاهده‌گر بهش میگیم برسید. خلاصه هر چی میخوای تو این بودایی هست، راهش هم هست. نه دیگه، هر چیزی. مثلا شما میخواین تربچه بکارین داخلش دیگه از آز نمیدونم معنویت یا انسانیت کلن. بله، راه زندگی من راه زندگی من عذیت میکنم. صحبت پیاز چکاشتن نبود که. خب حالا که 12 قانون زندگی که شما دارید در موردش صحبت میکنی چی هستن که شما گفتی که یک 8 12 اون کازن اسک بود. درسته درسته، راه هشتگانه توضیح دادم داخلش. نه، این 12 قانون زندگی اسم کتاب بود که من نوشته بودم، یه لحظه این با اون قاطی شد. من گفتم 12 قانون کتاب نبود، فلسفه است، یعنی قسمتی از فلسفه بوده عزیز هستش. اون 12 تا قانون هم نبود، بهش میگن 12 dependent origination. منظورتون بود؟ نه، منظورم اون کتابی بودش که 12 قانون زندگی جوردن پیترسون بود که بهش گفتی. بله بله، من اینو نوشتم که برم دانلود کنم بخونم ببینم چی داستانش. خیلی کتاب خوبیه. آره، و بعد من اینو با اون 8 راه زندگی قاطی کردم. بله، اون 8 راه زندگی رو داخل Four Noble Truths یا همون 4 حقیقت شریف، یک اپیزودی که درست کردیم در رابطه باهاش، داخل اون اپیزود توضیح کوتاهش رو دادیم که چی هستش. ولی خب توضیح کاملش رو میتونیم برای اپیزود خودش بذاریم. درسته. بچه‌ها من یه نکته رو اشاره بکنم. گاهن ما در مورد یه چیزی در رابطه با یه نکته خیلی بزرگی داخل یه پادکست دیگه صحبت نمی‌کنیم، به خاطر اینکه نمی‌گنجه. نمیشه یک دقیقه توضیحش داد رد شد. اینو مثلا بگم بابت اون دوستانی که دوست دارن توضیح رو توی پادکست بشنون. ولی حالا آرش یه سوال دارم. اون طلایی که زیر این گل نشسته که ما رسیدیم به این نتیجه که در واقع اون هیچ هستش. اگه ما به اون هیچه برسیم، به اون طلای رسیدیم، درسته؟ آیا اینجا ما به آرامش میرسیم؟ بله. ببین، همین الان هر انسانی که داره این اپیزود رو گوش میکنه، همین الان میتونه اپیزود رو استاپ بکنه. اگه داره گوشکی گوش میکنه، گوشکیش بذاره پایین. اگه گوشکی هم نیستش، فقط استاپ بکنه، دور و برش نگاهی بکنه، فقط نگاه بکنه بدون اینکه بخواد فکر بکنه که چه چیزی رو داره میبینه. فقط نگاه بکنه و نگاه کردم ابزرو دیگه، یعنی باید با دقت همه چیزو نگاه بکنی. یعنی مثل همون روز اولی که به چیزها نگاه میکردی، حالا اگه داخل خونه هستی، اگه
کرایی هستش، مثلا اون روز اول که رفتی خونه نگاه کردی و ندیده بودی، اونطوری نگاه بکن، یعنی هیچ فکری و هیچ چیزی پشتش نیستش و ببینید که هیچ مشکلی وجود نداره و کل مشکلات زندگی انسان در افکارشه. حالا من میدونم که شرایط هایی میتونه اتفاق بیفته که حتی ربطی به کارما شما نداشته باشه. بازم برمیگیم به بودای عزیز. بودای عزیز نمیگفتش که همه اتفاقایی که سرت میادش به خاطر کارما خودت هستش. ایشون عقیده داشتن که خیلی چیزایی هستن از لحاظ بیولوژی هیچ ربطی به کارما شما ندارن. یعنی اگه ربطی داشت انسان میتونه یه کاری بکنه که نمیره. این چیز بیولوژی دیگه، درسته؟ نه. شما اگه انسان باشین که کارما نداشته باشین پس چطوری میمیرین؟ بازم یعنی جسم بدنیتون از بین میره. چرا؟ پس یه لیمیتیشنای هست، یه چیزایی از طرف بیولوژی هستش که بوده عزیز میگفتش هیچ ربطی به کارما نداره. یعنی اگه شما مریض بشین، یعنی اگه شما مریض بشین حتما این نیستش که شما کارمای بدی داشته، میتونه آخه یه شرایطی بودین که مریضی بوده و شما مریض شدین. پس تصادف همچنان در این قضیه 50% قضیه رو داره. بله و شما نمیتونین کنترلش بکنی. از دیدگاه بودا میگه شما فقط میتونین دیدگاه درستی نسبت بهش داشته باشین. بوده عزیز یه مثال استفاده کرده بودن، میگفتن که تعلیمات من نمیتونه اون دردی رو که از خوردن تیر به بدنتون وارد شده رو از بین ببره. یعنی اون درد فیزیکلی خواهد بود ولی اون درد منتالی که شما دارین، یعنی درد ذهنی یا هوشیاری که هر چیز میخواین اسمش بذاریم، اون دردی که در اونجا هستش رو من میتونم از بین ببرم برام. خب اون لحظه که تلاش کردم بپرم وسط حرفت، میخواستم اینو بگم، آیا در واقع از دیدگاه بودا ما میتونیم بسنجیم که همه اعمال خوب یک اندازه خوب هستن یا همه اعمال بد یک اندازه بد هستن؟ میزانی وجود داره؟ میزان چیه در دیدگاه بودا؟ در رابطه با این مسئله بودا عزیز خیلی دقیق صحبت کردن. ایشون گفتن که اگه یک عمل حساب بکنیم که عمل درستی باشه و شما اون عمل رو هم برای یک انسان درستی انجام دادین و هم برای یک انسان بد، اون از لحاظ کارمایی یا از لحاظ پاداشی بخوای نشگاه بکنی، لولش یا درجهش فرق میکنه. حالا چطور فرق میکنه؟ یا بهتر بپرسیم چرا فرق میکنه. فکرم چرا فرق بکنه رو درک بکنیم دیگه بقیهش ساده بشه. فرقش اینه که مثلا شما فرض کن الان آمازون شما میرین یه چیزی میخرین، درسته؟ خب یه چیزی براتون میفرسته که به درد نمیخوره. شما میرین اونجا، آیا 5 ستاره میزنین براشون یا اون چیزی که هست و براش میزنین؟ اگه شما 5 ستاره بزنین و اون چیزی که فرستاده لیاقت مثلا 2 تا ستاره باشه، شما به اون شخص نتونستین این پیغامو بدین که کارش اشتباس، یا بهش میگن آنست فیدبک، نتونستین به اون شخص بدین. درستن. و این میتونه باعث تشویق اون انسان بشه که هم برای خودش ضرر برسونه هم برای دیگران. ولی اگه شما یه انسانی باشه که واقعا لیاقت 5 ستاره رو داشته باشه و 5 ستاره رو بهش بدین، این میتونه باعث بشه که چی؟ اون انسان هم برای خودش خوب باشه هم برای دیگران. درسته. پس شما میتونی این قضیه رو نسلها در نسلها بیایی بکشیش. یه مثال کوچیک بزنم، اونایی که سال 57 مغزشون شسته شد و انقلاب کردن و الان بعض مردم توی ایران این شکلیه، میتونن به نظرت گرفتار کارما بشن؟ نسل رو برای 3 نسل آیندهشون خراب کردن. خب بازم برمیگرده به عقاید قدیم. میدونی چی میگم؟ گرفتی نکته منو؟ بله، ولی فکر میکنم بازم برمیگرده به عقاید قدیم که نسل میتونه روی نسل بعدی از لحاظ این که شما بتونید گرفتار کارما باشین تأثیر بذاره. یعنی این که شما کارمای پدرتون رو دارید. بودا همچی عقیده ای نداشت. شما خودتی اوکی. تازه خودت هم نیستی، اون عمله است دیگه، داره کد میشه در واقع. اون عمله بعد از بین میره، دوباره یه عمل جدید به وجود میاد. اون عمله اگه از بین بره بعد دیگه تو نیستی.
اون جدید که وجود میاد از هیچ به وجود اومده. خب من خدافظی میکنم. امیدوارم که تونسته باشم توضیح داده باشم. نه عالی بود، عالی بود. تناسخ هم مونده، امیدوارم که به اندازه کافی توضیح نداده باشم در رابطه با تناسخ که بتونیم یک اپیزود تخصصی، اگه بتونیم اسمش رو تخصصی بذاریم در رابطه با تناسخ. البته خیلی مهمه که بگم تو انگلیسی ما دو تا کلمه داریم، یکی بهش میگن reincarnation و یکی بهش میگن rebirth. یعنی rebirth داخل بودیزم ازش استفاده میشه و reincarnation داخل جاهای دیگه. فرقش هم اینه که reincarnation همونیه که ثابته و دوباره متولد میشه و لباسش عوض میشه، و rebirth که از دیدگاه بودیزم هستش به شکلیه که همون لباسی که هستش همون چیز شما هستین و زیرش هیچ چیز دائمی وجود نداره. تولدی دوباره یه همچین شکلی. فکر میکنم بعدا میتونیم بیشتر درش تحقیق بکنیم ببینیم به فارسی چی هستش. البته زیادم تحقیق نیاز نداره فکر نکنه، و فقط میخواستم این فرقش رو گفته باشم یادم نرفته باشه. و فکر میکنم توضیحاتم در رابطه با کارما تموم شده باشه. هومن عزیز اگه شما سوالی ندارین. خواهش میکنم، عالی بود، عالی بود. من اینجا اعتراف میکنم که هیچی نمیدونم. کاش همه بتونن اعتراف کنن که هیچی نمیدونن در هر جایی که هستن، و بیم به این فهم برسیم که امروز فهم من نسبت حرفهای خودم تغییر کرد با این اپیزود. فهم من چیز دیگری بود وقتی میگفتم با خانواده هامون مهربون باشیم، با مردم مهربون باشیم، با کره زمین مهربون باشیم و با خودمون مهربون باشیم، سیگار نکشیم. امروز این قضیه اصلا کلن درکش برای من تغییر کرد و از آرش سپاسگزارم به خاطر این فهمی که به من و امثال من یاد داد. من به درود عرض میکنم خدمت عزیزانی که تا این لحظه زمان گذاشتن و به ما اجازه دادن که ما در خدمتشون باشیم. امیدوارم بر اساس اطلاعاتی که آرش عزیز فرمودن زندگی هامون روز به روز زیباتر بشه. آرش جان با سپاس دوباره در خدمتتون هستیم. من عزیز خیلی ممنونم که با من همراهی کردی، لطف داری، حضور شما خیلی تأثیر داشت روی این اپیزود. امیدوارم که دوستان عزیز هم لذت برده باشن و مهمتر از لذت یه چیزی یاد گرفته باشن، ولی اگه یادم نگرفتین حداقل لذت‌تر برده باشین. در زمانهای قدیم قبل از این که کسی به فکر خدا باشه، به فکر یک زیستی که از همه زیستا قوی تر هستش که ما رو کنترل میکنه، عدالت رو در این جهان هستی برقرار میکنه، انسان ها همیشه این فکر رو میکردن که چرا بعضیا بیشتر از دیگران زجر میکشن و چرا زندگی یکسان نیستش و چرا همه ما وقتی که به دنیا میاییم در یک شرایط و در یک موقعیت نمیتونیم به دنیا بیاییم، چرا بعضی از ما نسبت به دیگران کم داریم، چرا بعضی از ما نسبت به دیگران غم بیشتری داریم. این سوال همیشه بود و به ساده ترین یا عمیق ترین چیزی هم که رسیده بودن این بود که همون کاری که نسبت به دیگران بکنی دیگران هم نسبت به تو خواهند کرد. پس میگفتن با همدیگه خوب باشین، به کسی نگین برو، در رو روی کسی نبندین، دل کسی رو نشکنین، از کسی سوء استفاده نکنین، به کسی تهمت نزنین، از کسی دزدی نکنین. دلیلش هم همین بود که همین بلاها فردا میتونست در خودت بیاد، تا اینکه بعدها رسیدیم و این چیز رو بستیم به خدا و گفتیم که کار خوب بکن که خدا از تو راضی باشه. ولی به نظر من هیچ نیازی به خدا نداریم. همونطور که عیسی عزیز میگفتن از همون دستی که بدی از همون دستم خواهی گرفت. بدهید که به شما داده شود. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. تا اپیزود بعدی، بدرود.